بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نصلی و نسلم على حبیبه ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال رسول الله إنما بعث لأن أتمم مكارم الأخلاق. أولين نقطة که به ذهنم میرسد این است که ما در پی یاری امام حسین هستیم، چون آقا این شعار در گوش ما رسیده است که هل من ناصر ینصرنی، در دل تاریخ و از تمام انسانهای جهان و از تمام آزادگان و کسانی که گوش شنوا دارن آقا یاری خواسته است، یاری فردی نه یاری حقیقت. پس ما این شعار امام حسین را تا وقتی که زنده هستیم آویزه گوش داشته باشیم که آقا را یار باشیم. مصداقهای یاری امام حسین الا ماشاءالله زیاد است دیگر. منبرها و کتابها و تمام مفاهیم وحیانی قرآن و دین در همین راستاست. صلوات محمد فرمایید. یکی از مصادیق یاری امام حسین و یاری خدا همین است که ما در این شهر و در این کشور جوانان ما ممکن است دچار بحران هویت و سردرگمی شود، نسل‌های آینده ما. ما اینجا در کشور امن آمدیم، اما اینجا می‌بینیم که انسان‌ها سر سن می‌رود، فرزندان از پدر و مادر خبری ندارد. این کمترینش هست. حالا معنویت و مسائل دیگر را که بگذاریم، این لیاقت را نداشته باشم که کسی را موعظه کنم امر دشوار هست. اما پیامبر اکرم با اون همه عظمت پیغمبر میگفت سلمان ازنی، یعنی ای سلمان به من موعظه کن. موعظه یعنی به من خوبی ها را یادآور شو. یادآوری خوبی و موعظه را انسان از پایین ترها هم میشنود. من انسان پرفکت نیستم، اما این از کمال شما برادران و خواهران بود که صحبت ها و موعظه های بنده را گوش کردید، که البته بنده کوشش کردم موعظه های من موعظه های دینی و قرآنی باشد. بازم صلوات محمد فرمایید. میخوایم که به اصطلاح نتیجه گیری کنیم، یعنی هویت خودمان، هویت دینی، هویت قرآنی و هویت اسلامی و هویت شیعی من، که اتفاقا برادر عزیزمان آقای فاضلی هم راجع به بحث ارزش‌های دینی و این که عظمت و آینده اسلام به کدام سمت سو می‌رود مستندات زیاد گفتن که شاهدش خودی بنده هستم. بنده از صحبت ایشان که استفاده کردم. من تا هنوز در همین ونکوور در 4 نشست، 2 نشست آن در حضور خود بنده با مطالعه و با عشق خودشان آمدن و شهادتین خواندن و مسلمان شدن. 2 نفر دیگر هم که مسلمان قبلا شده بود بنده آن را ملاقات کردم. در آمریکا در بزرگترین دانشگاه واشنگتن دی سی آمریکا، اسم دانشگاه هست کاتولیک یونیورسیتی آف آمریکا، در این دانشگاه یک از پروفسورهای اون دانشگاه مسلمان شده بود. پروفسور بود سالهای سال در رشته فلسفه. حالا امثال روژه گارودی و امثال اینها، اینو ماشاءالله تولستوی یک نویسنده بسیار بزرگ هست، نویسنده بسیار بزرگ است، کتاب راجع به پیامبر اسلام نوشته است. منظور که اسلام دین سلم و سلامتی و اسلام دین هست که بر مقتضای فطرت و سرشت و نهاد و نیازهای انسانها، اون هم نیازهای مادی و معنوی انسانها شکل گرفته است و از جانب خدا آمده است. همه ادیان در راستای پاسخ گفتن به نیازهای خدا خدایی هست و اسلام هم در همین راستا هست. البته ایشان برادر اعظم آقای فاضل گفتن که اسلام رو اگر ما به معنای واقعی درست بشناسیم، نه اون اسلام فرض کن یک تصورات خطرناک از اسلام هم گاهی اوقات در تاریخ شکل گرفته است. بازم صلوات محمد فرمایید. خب از پیغمبر اسلام یک خاطره بسیار کوچیک نقل میکنم. این خاطره خاطره ای بود است که پیغمبر در زمان جوانی خود داشته است، قبل از اون که اصلا به پیامبری مبعوث شود. قبل از اون که پیامبر به پیامبری مبعوث شود،
در یک حلقه با هم سن و سالهای خودش داشته، یک حلقه، یک گرد همایی، به اصطلاح بگیم یک مجموعه از دوستان. اسم این حلقه و این گروهی که پیغمبر با هم سن و سالهای خود قبل از بعثت داشته، در حدود 20 الی 25 سالگی 30 سالگی پیغمبر با اون حلقه نشست و برخاست میکرده، اسم دوستان میدونه که اسم اون حلقه چی بود؟ کسی میتونه بگن؟ بفرمایید آقای فاضلی. احسن، حلف الفضول. حلف الفضول یعنی پیامبر اکرم در سن 20 سالگی نشست داشت در راستای خدمت به مردم خودش. اینجا من متن حدیث را از زبان پیامبر نقل میکنم که پیامبر فرمود لقد شهدت فی دار عبدالله ابن جدعان لو دعیت به فی الاسلام لعجبت. خب بعد این حدیث، ادامه حدیث این است که لعجبت تحالف ان يرد الفضول على اهلها و ان لا يعد ظالما مظلوما. میگه من در سن 20 سالگی در اون سن و سال با جوانان دلپاک و با جوانان جوانمرد، یک عده از جوانان جوانمرد در شهر مکه بود، من در میان آنان رفتم و ما اونجا پیمان بستیم که در شهر مکه هیچ کسی نباید مورد آزار و اذیت قرار بگیرد، هر کسی را حق را به حقدار برسانیم. اسم پیمان چی بود؟ آقای فاضل گفتن حلف الفضول. بعد میگه که پیغمبر در اون پیمان 20 ساله بود، در زمانی بود که یک فردی از گنده های مکه، یک فردی از گنده های مکه به نام عاص بن وائل، این فرد حق یک بنده خدای رو خورده بود و هیچ کس زورش به عاص بن وائل نمیرسید. این آقایی که حقش خورده بود، این آقا آمد بر بالای کوه ابو قویس، داد فریاد زد، گفت آیا در این شهر مکه یک جوانمرد پیدا نمیشه که از حق من دفاع بکنه؟ این یک مورد بود. یک آقای دیگه دید که خانومش در شهر مکه، دخترش مورد تعرض قرار میگیرد اما کسی نیست دفاع کند، اون هم آمد ادعای کمک کرد و جوانانی که در اون سن و سال بودن و پیامبر اکرم در اون سن و سال، همه آمدن و پیمان بسته کردن که ما با خون خود از مظلومان شهر مکه دفاع میکنیم. اگر غریبه پا در شهر مکه گذاشت و حقش در این شهر توسط مردم ما خورده شد، ما از آنان مطالبه حق میکنیم. و پیامبر در این سن و سال از هیومن رایت و از حقوق بشر و از صداقت پا گذاشت و امضایی که کرد، اسم اون امضا پیمان حلف الفضول بود در دفاع. پیامبر در این سن و سال 20 سالگی، این پیمان جوانمردان شهر مکه بود. پیغمبر در سن 40 سالگی مبعوث شد، در سن بالا و بالا همینطور میرفت. در زمانی که سالهای سال از اون قضیه گذشت، پیغمبر در مدینه آمد، دین اسلام نازل شد، قرآن آمد، الا ماشاءالله هزاران انسان تمام سرزمینهای مختلف از جاهای مختلف مردم مسلمان شدند، از ایران، از عراق، از حجاز، از جاهای مختلف مردم به دین اسلام گروید. پیغمبر اکرم فرمود که اگر من به سن 20 سالگی برگردم، اگر حتی در زمان پیامبری من دوباره بحث زمان پیمان شود، دوباره من پای اون پیمان و پای اون امضا هستم. صلوات محمد فرمایید. یعنی پیامبر در جوانی خود جوانمردی داشت و جوانمردان شهر خود را به جوانی و به پاکی و به دفاع از حقانیت طلب میکرد. این یک مورد. اینا ماشاءالله از این موارد زیاد هست. بنده دیشب حدیثی را خدمت دوستان عرض کردم، اما دیشب جوانان کمتر بود، امشب جوانان زیادتر هست. بنده فقط این حدیث، حیف میاد که این حدیث را خدمت شما جوانان نکنم. دیشب شما یک عده از جوانان نبودین، ولی امشب این حدیث رو دوباره میخوانم که امام جعفر صادق چی میگه؟ امام جعفر صادق میگه که سلام. امام جعفر صادق یک صحبت و گویا یک سخنرانی بسیار کوتاه 3-4 جمله ای داره. یعنی این سخنرانی اینجنین شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، وقر علا من ترا انه یطیعنی منهم و یأخذ بقولهم سلام. میگه آی شیعیان، شما که خود را میگه ما مذهب از امام جعفر صادق داریم، امام جعفر صادق فرزند امام محمد باقر، امام محمد باقر فرزند زین العابدین و فرزند امام حسین هست، اگر شما آرمان امام حسین را میخواهید به توصیه ها و به مؤلفه های مذهب شیعه توجه کنید.
ببینید این هفت نصیحت رو امام جعفر صادق یادگار میگذارد. یک، اوصیکم به تقوی الله. اولین مطلبی که امام جعفر صادق انگشت میگذارد تقوای الهی است. دوم، الورع فی دینکم، یعنی مواظبت بورزید در دین، دین خودتان را درست بشناسید و اهمیت بگذارید. و الاجتهاد لله، اجتهاد لله با اجتهاد فی الله فرق میکنه. اجتهاد فی الله یعنی در راه رضای خدا برای کسب معلومات دینی حرکت کنیم، اما اجتهاد لله یعنی خود را برای خدا وقف کنیم، خود را برای خدا وقف کنیم. الاجتهاد لله. و صدق الحدیث، چهارمین توصیه امام جعفر صادق چیست؟ صدق الحدیث، یعنی آی شیعیان راستگو باشید، راست بگویید. و اداء الامانت، امانت مردم را خیانت نکنید. و طول سجود، نماز که میخوانید نمازتان سرسری نباشد، سجده بکنید طوری که اون سجده در دل شما جا بگیرد، در وجود شما پا بگیرد. گفت پیغمبر رکوع است و سجود بر در کو، بر در حق، بر در... گفت پیغمبر رکوع است و سجود بر در حلق، بر حلقه شعر مستخ شعر قسمت بعدش یاد میاد آقای فاضلی یا نه. گفت پیغمبر رکوع است و سجود بر در حق، کوفتن حلقه وجود. خب، و سجده های خالصانه با خدا داشتن. و حسن الجوار، هفتمین توصیه امام جعفر صادق چیست؟ همسایه داشتن، همسایه خوب داشتن و با مردم و مجاورین. مجاورین یعنی هر کس که در جوار تو هست، هر کس کنار تو هست، با همون آقایی که کنار دست تو هست، چه همسایه باشه، چه در بیرون، چه در درون، با هر که تعامل داری با او خوش رفتار باشی. بعد آقای امام جعفر صادق میگه به هازا جا محمد، صلوات محمد علیه. میگه به خاطر این هفت دلیل، به خاطر این هفت دلیل پیامبر آمد. اگر این هفت دلیل نبود اصلا خدا پیامبر اسلام را نمیفرست. اگر بخواهیم در زندگی خود عمل بکنیم، پیغام و آرمان و اون چیزی که عملا از امام حسین یاد میگیریم، امام حسین چیه؟ همین هفتایه. این هفتا چی بود؟ تقوای الهی، ورع در دین، اجتهاد لله، صدق الحدیث، اداء الامانت، طول سجود و همسایه‌داری و همنوع دوستی. بعد آقا فرمود به هازا جاء محمد، به همین هفت دلیل پیامبر آمد. و ادوا الامانت الی من ائتمنکم برا او فاجرا. خب این معنیش اینه که به امانت هیچ کس، به هیچ انسانی، چه بد باشه چه خوب باشه، توهین نکنید و امانت او را نخورید. صلوا عشائرکم، نگه که هم نوعان خودتان را، اقارب خودتان را پیوند ببندید، با اقارب و بستگان خود قطع صله رحم نکنید. و اشهدوا جنائزهم، در جنازه های غیر خودتان، حتی در کمیونیتی خودتان که حتما در تشییع جنازه باشید، در تشییع جنازه افراد دیگری که میرسید، ولو اینکه مسلمان نیست، ولو اینکه شیعه نیست، بروید با آنان تعامل کنید. و اشهدوا جنائزهم و عودوا مرضاهم، مرضای مردم را عیادت کنید. و ادوا حقوقهم فإن الرجل. این جمله آخر را من میگویم، بعد میروم به سمت نتیجه گیری. این جمله آخر خیلی مهم است. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، هر کسی از شما ورع در دین داشت، و صدق الحديث، حرف راست گفت، و حسن خلقه، خلق خودش را خوب کند مع الناس، با مردم، قیل هذا جعفری، شما کار خوب میکنید، کار خوب میکنید، کار خوب میکنید، به خاطر کارهای خوبتان در یک جامعه انگشت نما میشوید. همه میگه آفرین، این انسان بهترین درسخانه، بهترین کار و راستگوترین و راستکردارترین انسان است. همه میگه این آدم این اخلاق را از کجا یاد گرفته؟ از امام جعفر صادق یاد گرفته، از اسلام یاد گرفته. فیسرن ذالک، این خوبی و موفقیت شما برای خودتون سربلندی است، برای در دنیا و آخره خودتون سربلندی است. اما من امام جعفر صادق، منی که امام شما و فرزند پیغمبر شما هستم، مرا این سربلندی شما مرا سربلند میکند. امام جعفر صادق میگه که کار خوب شما مرا سربلند میکند. و یدخل علی منه سرور، من احساس سرور و شادی میکنم. و قیل هذا ادب جعفر، همه میگه که این خوبی رو این آقا از کی یاد گرفت؟ از حسین حسین یاد گرفت، از علی علی گفتن یاد گرفت.
وقتی که شما خوب میشوید برای خاندان پیامبر باعث سربلندی هستید. و اذا کان علی غیر ذلک دخل علی بلاءه و عاره، اگر شما در راه بدی روید لکه ننگ هم برای خودتون هستید هم برای من. این پیام ده روزی عاشورای ما و شما بود که عملا اگر بخوایم به جوانان بگیم که جوانان ما برای امام حسین و در راستای دین خدا خیلی اینجا آمدیم، اما اگر بخوایم دین خود را مقاوم و محکم بکنیم فقط با سال 5 شب و 10 شب و 6 شب در جلسه شرکت کردن ما دیندار و شیعه نمیشویم. ما باید در طول سال در خلوت و جلوت برای رضای خدا حرکت کنیم. ما اگر برای رضای خدا حرکت کنیم در دنیا و آخرت در همین کانادا بهترین افراد از بین جوانان شیعه این شهر انشاءالله تعالی بر باید بخیزد و بر هم خواهد خواست. صلوات محمد فرمایید. خب احادیث زیادی بود که بنده میخواستم امشب برای شما بگویم، دیگر جا نمانده است، وقت خیلی کم هست، فقط این حدیث را از دیشب عرض کردم، این حدیث دیگر را هم امشب اضافه میکنم که این حدیث خیلی کوتاه هست. شیئان لا یعرف قدرهما من فقدهما. این حدیث از کیه؟ حدث میدونید این حدیث از کی باشه؟ از علی علیه السلام هست. مگه دوش چیز را تا وقتی که دارید قدرش را نمیدانید، وقتی که از کپتون رفت دیگه بعد میگید کجا شد. این دو شیئی گرانبه ها چیه؟ یکی از شباب. شباب یعنی چی؟ یعنی جوانی. تا وقتی که جوان هستی قدرش رو نمیدانی. جوانی کجایی؟ پیارت بخیر. جوانی و عافیت. عافیت یعنی تا وقتی که سالم هستی قدر سلامتی رو نمیدانی، وقتی که مریض شدی بعد میگی کجایه. این یک حدیث بود. حدیث دوم را هم میگم که اوس حدیث رو دیشب خوانده بودم، بازم میخوانم که اوس علی شباب، برای جوانان را تشویق کنید فی المجلس، در مجالس دینی و افهموهم الحدیث، برای اینان معارف دین را بگسترانید، فانهم الخروف و اهلا للحدیث. خب این دو تا حدیث را امشب یادآوری کردم. اون حدیث حدیث دیشب بود. منبرهای شبهای گذشته را هم یک اشاره کردیم و خود شما الحمدلله به یاد شما مانده که موضوعات چی بود. موضوعات این ده شب منبر ما کلن در راستای مطالعه آرمانهای عاشورا با ما بود که ما در همین شهر، در همین کشور، در همین جا، در همین ونکوور کانادا، هم خود ما، هم خانواده ما، هم خانمها و هم خواهرها و هم فرزندان ما نیاز دارد به تعالیم معنوی و آموزه های دینی و آموزه هایی که از ائمه هدا علیه السلام برای ما مانده است. و این آموزه ها، جوهر این آموزه ها، خودسازی و شناخت با خدا و ارتباط با خداست. صلوات مرحمت فرمایید. الله همه قسمت هایش سوزناک است. همه قسمت هایش را اگر ما مرور کنیم، اگر از عینک زینب نگاه کنیم، اگر از عینک کاروان های کاروان و اعضای کاروان حسینی ببینیم، یک ماتم بی انتها است. ماتمی است که در حق معنویت ظلم شده، نه در حق یک افراد انسانی، بلکه این ظلمی که بر خاندان پیامبر رفته است ظلم بر چند فرد نیست که چند خانم و چند تا طفل اسیر شدن، بلکه حقیقت تاریخ را بیان میکند که باید متوجه باشیم که ما یار حقیقت باشیم، مددگار حقیقت باشیم و اولیای خدا را بشناسیم و امام زمان را بشناسیم و در راستای اهداف دین و قرآن حرکت کنیم، وگرنه خدای نکرده ما ممکن است در لغزش قرار بگیریم. ما وقتی که از حسین یاد میکنیم باید اهداف حسین را پاس بداریم و نکند که ما نعوذ بالله به سهم خود از حسین جدا شویم. اگر ما جدا شدیم دیگر کدام سمت می رویم؟ ما به سمت تاریکی می رویم، در سپاه مخالف حسین قرار می گیریم که آقا به ما این پیام را داشت، این لم تکن لکم دینون فکونو فی دنیاکم احرارا. اگر دیندار هستید دیندار خداجو باشید، اگر دیندار هم نباشید انسان پاک و آزاده باشید و برویم ببینیم که چی گذشت. برادر عزیزمان در مداحی هایشان اشاره کردن که حاج دکتر یوسفی اشاره کردن که عزیزان و زنان خیام را آوردن در شهر کوفه و در آنجا
آزار و اذیت ها شد، توهین ها و تحقیر ها شد، قضیه به اون تمام نشد، منزل به منزل، منزل به منزل در شهر شام اونجا برد. یزید جشن به پا کرد. حالا در یک جشن اینچین به پا کردن، اینان را با وضع فجیع آوردن. اما همونجا، فقط من به این جمله اشاره میکنم چون ایام مناسبت با امام زین العابدین دارد، امام زین العابدین در مجلس یزید یک خطابه کرد که اون خطابه در دل تاریخ ماند. آقا یک فردی که پدرش و عزیزانش، برادرانش همه شهید شده باشد، هیچ فردی در میان خانوادهش نباشد، با اون کسالات و با اون مشکلات بیاید در محضر یک دیکتاتور، در محضر یک انسان خون آشامی که بر هیچ کس رحم ندارد، امام زین العابدین با خطابه جانانه و آتشین همون اعضای جلسه که اونجا شرکت کرده بود برای حمایت از یزید، در قلب آنان زلزله ایجاد میکند و این سخن